آقای درویش پور، از همین در واقع اهمیت سیاسی رویداد اخیر مرگ ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای هیئت مرگ در جریان کشدار تابستان 67 شروع کنیم. به نظر شما آیا کشته شدن ابراهیم رئیسی در اون سانحه بالگرد نقشه ها و مهندسی نظام برای دوران جانشینی علی خامنه ای رو برهم زد؟ ببینید، از اونجا که نقشه های پشت پرده دستگاه رهبری بسیار مرموزانه، بسیار پنهانی است، ما هنوز مطمئن نیستیم که رئیسی جانشین قرار بود آقای خامنه‌ای بشه یا مجتبی خامنه‌ای یا کس دیگری، ولی من مجموعاً پیشتر ارزیابی این بود که تمایل به جلو راندن رئیسی یک گام اون رو به سمت جایگزینی نزدیکتر کردن هست، با توجه به نقشش در سرکوب و تولید ارعاب، بیرحمی چشمگیرش و وفاداری اصلا غیر قابل تردیدش نسبت به رهبری. همین اینها عواملی ساخته بود که و اینکه آقای خامنه‌ای این رو بر بین کشه که بیاد یه همچین موقعیتی پیدا بکنه بشه رئیس جمهور، اونم با اون سیاست حذفی، با اون در این حال سرکوب خشن تمام جنبش های اجتماعی پیش رو، همین اینها به گمان من نشون میده که به هر حال آقای رئیسی یکی از کاندیداهای مهم نظام برای جایگزینی بود و طبیعتا مرگ ایشون از چند جهت این نقشه رو خب برهم میزنه، نه فقط به هر حال نفس کشته شدن ایشون یک تضعیف جدی اقتدار نظامه، چون شخص شماره دوی نظام به شما میرفتن، بلکه خود اینکه شما به هر حال یکی از چهره هایی که گرچه در جامعه منفوره اما در سطح دستگاه رهبری از نزدیکترین یاران خامنه ای به شمار میرفت، بنابراین خود این حتی اقتدار آقای خامنه ای را میتونه محدود بکنه و میتونه تنش ها، درگیری ها و نزاع قدرت رو در میان جناح‌های مختلف افزایش بده، بنابراین خود این هم یک موقعیت ویژه و تازه پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار داده و به نظرم ضربه بسیار نه فقط به حکومت اسلامی سنگینه، بلکه نوع واکنش جامعه هم نشانگر این حقیقته که مردم چقدر خوشحال شدن از اینکه یک آیت الله قاتل و یکی از منفورترین چهره های این نظام که به یاری خامنه ای تا اینجا توانست بود بالا بیاد، گرچه آرزوی همه ما این بود که در یک دادگاه عادلانه بین المللی محاکمه و مجازات می شد، اما به هر حال مرگش موجب خوشحالی بسیاری از مردم شد، چه از این نظر که اون رو یک ضربه به اقتدار نظام می بینن، چه از این نظر که فکر میکنن مهمترین، یکی از مهمترین نمادهای سرکوب و وحشت از میدان برداشته شده. نباید خیلی خوشبین بود که نفر بعدی مثلا آدم بهتری خواهد بود، اما به هر حال میتونم بگم جمهوری اسلامی ایران مخوفترین چهره و منفورترین چهره و در این حال سرکوبگرین چهره رو در طی 45 سالش توانسته بود در کنار خامنه‌ای قرار بده و این ضربه به هر حال نوعی تزلزل در موقعیت حکومت ایجاد میکنه و شکاف‌های درونی رو چه در مورد جانشینی میتونه افزایش بده، ولی به ویژه گرچه این به نفع مجتبی خامنه‌ای خواهد بود اگر قرار باشه مجتبی خامنه‌ای رهبر بشه، اما بر سر انتخابات ریاست جمهوری دور جدیدی از نزاع‌ها شکل خواهد گرفت که این یک هزینه‌ای هم به گمان من بر حکومت تحمیل می‌کنه. به مجتبی خامنه‌ای اشاره کردید. در حال حاضر میدان نزاع بر سر جانشینی علی خامنه‌ای رو چطور می‌بینید؟ اون مهمترین نامزد جانشینی به نظر شما یا همین مجتبی خامنه ای هست یا چهره های دیگه ای هم به نظر شما در صف هستند؟
ببینید ما در جمهوری اسلامی، اولا ایران سرزمین شگفتی هاست، هم مردم شگفتی آفریدن هم حکومت شگفتی می آفریدن. اینا رو دیدیم، یعنی مردم چه دو با جنبش های اجتماعی اصلا غیر قابل تصوری که شاهدش بودیم نشان دادن چگونه میتونن معادلات رو برهم بزنن. حکومت هم با ترفندهایی که در پیش میگیره در واقع سعی میکنه یک نوع شگفتی های بیافرینه. ولی اگر نگاه بکنیم میبینیم خیلی کسایی که مسجل بود جانشین رهبری میشن، مثل آقای منتظری که قرار بود جانشین خمینی بشه، چگونه یه مرتبه تمام مسلمترین جانشین اصلا موضوعیتش رو از دست داد، یا چگونه صحبتی بر سر این بود که آقای احمد خمینی شاید جایگزین خمینی بشه که کاملا باز موضوعیت از بین رفت. و اصولا چه حوادث، چه جنگ قدرت، چه پنهانکاری این نظام در و متغیرهایی که ایجاد میشه باعث میشه کسانی که امروز به نظر نماینده مسلم جانشینی به نظر میان فردا ممکنه چنین نشه. بنابراین ما نمیتونیم با یقین بگیم که جانشین با توجه به حضر رئیسی مجتبی خامنه ای رهبری بلا منازع به اصطلاح در میان جایگزینان بیشتر از همه به عنوان رهبری بلا منازع شناخته بشه و فکر کنیم بهترین کاندید نظام هستش. هم اطلاعات کافی در این مورد نداریم، نه درجه میزان مخالفت خود خامنه ای با این رو میدونیم یا نمیدونیم، نفوذش رو در دستگاه سپاه تا حدی میدونیم. طبیعتا رفتن رئیسی، کشته شدن رئیسی موقعیت مجتبی خامنه ای رو تقویت کرده به عنوان جانشین ولی فقیه. اما اینکه این چقدر بتونه عملی بشه، آیا ما با یک شورای رهبری ولایت فقیه روبرو خواهیم شد، آیا به اصطلاح با افراد دیگری که اسمشون برده میشه با توجه اینکه میگن آقای خامنه‌ای خودش علاقمند به موروثی بودن نظام ولایت فقیه نیست، آیا اون کار ممکنه اتفاق بیفته؟ بر ما دقیقا روشن نیست. یک چیز به نظر من روشنه، یک پدیده ای رو که من پیشتر هم پیشبینی کرده بودم الان بیش از هر زمان دیگه موضوعیت پیدا کرده. من در ارزیابی های پیشینم گفته بودم در صورت مرگ خامنه ای خود اون میتونه به یک نقطه جرقه انفجار برای برآمد ابر جنبش های نوین اجتماعی تبدیل بشه، چون شکاف ها افزایش پیدا میکنه، خلأ قدرت و مردم اعتماد به نفس بیشتر و به میدان میان. همین نحوه برخوردشون با خوشحالی بخش مهمی از مردم از مرگ رئیسی یک نوع اعتماد به نفس رو ایجاد کرده. به نظر من میاد که مسئله بحران کاریزم که یکی از جدیترین گرفتاری هاست، اگر در روز اول سالهای اول انقلاب با مرگ خمینی سریعا تونستن بحران کاریزم رو حل بکنن، یعنی بحران یک رهبری کاریزماتیک که نه بر موروثی و سنت استواره، نه بر عقلانیت و انتخاب، بلکه یک تلاشی است برای یک خودسپاری عاطفی، یک رهبر دیگری که کاریزما داشته باشه جایگزین بشه. معمولا چه در تجربه تاریخی چه در نظریه جامعه شناسی گفته میشه که بحران کاریزم به دو شکل حل میشه، یعنی بحران کاریزم معمولا به سقوط کاریزم منجر میشه و بنابراین یا باید به شکل اقتدار موروثی بره، چیزی که در مثلا سوریه دیدیم بشار اسد به اصطلاح جایگزین حافظ اسد شد، یا در کره شمالی پسر کیم ایل سونگ جایگزینش شد، نیست. بنابراین یک نوع جایگزینی به اون سمت سمت موروثی خواهد رفت، یا آلترناتیو دیگر به سمت به اصطلاح فروپاشی و یک اقتدار دموکراتیک تحول این گونه. به نظر من بحران کاریزم در ایران اصولا با مرگ خامنه‌ای به یک واقعیت بسیار بسیار جدی تبدیل خواهد شد. هیچ کس نمیتونه جایگزین ایشون بشه و در واقع ما در سالهای اولی پس از انقلاب نیستیم، در شرایطی هستیم که مردم هم به شدت از این حکومت منزجرند و فشارهای قدرتمندی برای تغییر ریل این حکومت وجود داره. بنابراین به نظرم مرگ رئیسی
بحران کاریزم رو که حتی اگه ایشون هم زنده بود میتونست به یک انفجار اجتماعی تبدیل بشه و یک نوع تزلزل شدید در موقعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران، میتونم فقط بگم به صراحت این بحران شدت بیشتری یافته. یعنی در شرایط کنونی این بحران شدت بیشتری یافته. چقدر بعد از مرگ خامنه‌ای مشتبه خامنه‌ای قادر باشه بر اون سوار بشه یا نه نمیدونم. فکر میکنم که یک چیز روشنه، بعد از مرگ خامنه‌ای تلاش سپاه برای به اصطلاح اداره مطلقتر جامعه بیشتر خواهد شد و بنابراین اینکه دیگر این رهبران چقدر جنبه نمادین پیدا بکنند ولی با کمک سپاه بتونند اقتدارشون رو دنبال بکنند، یا چقدر ممکنه ما با تجدید تولید مدل رهبری برامنازه خامنه‌ای روبرو باشیم. به نظرم میاد که کاریزم ایران قادر به تجدید تولید خود نخواهد بود و بنابراین به یک معنی با مرگ خامنه‌ای این اقتدار کاریزماتیک فرو میپاشه و رهبران بعدی ای بسا جنبه نمادین تر خواهند پیدا کرد و دستگاه‌های نظیر خود سپاه موقعیت قدرتمندتری در اداره جامعه. درسته. حالا برگردیم یکم دوباره به زمان نزدیکتر. ما در کمتر از 50 روز ما انتخابات ریاست جمهوری رو در ایران خواهیم داشت و شما هم حالا در بحث قبلیتون به نقش سپاه پاسداران اشاره کردید. به نظر شما اصلی ترین گزینه ها یا در واقع اصلی ترین جناهایی که الان در قرار به زودی بر سر این مقام تازه خالی شده ریاست جمهوری با هم مبارزه کنند چه جناهایی هستن و آیا پیشبینی دارید که شانس کدوم یکی از اینها بیشتر باشه؟ ببینید به هر حال جناهای کسانی که اگه خود آقای مخبر استعفا میتونست یک کاندید بشه، ایشون خیلی وابسته به جلیلی هم هستن، تعداد مکتب ایشون پرورش پیدا کردن. جلیلی یکی از نزدیکترین یاران آقای خامنه‌ای محسوب میشه، دست کم در سیاست هسته‌ای دنبال کردن اون مشی رو که خامنه‌ای مد نظرش بوده، گرچه در زمینه مربوط به سیاست‌های اقتصادی شاید یک مقدار نگاه متفاوتی با آقای خامنه‌ای دارن، ولی به هر حال افرادی نظیر جلیلی از جمله چهره‌هایی هستن که به هر حال بر سرشون صحبت میشه. در اون ور در میان به اصطلاح اصولگرایان پراگماتیست یا معتدل یا هر چی اسمشون رو تو بگذاریم، جریان‌های اصولگرا، قالیباف یکی از جدی‌ترین کسانی است که میتونه چهره یک دیکتاتور نظامی غیر روحانی رو ایجاد بکنه. بعید میدانم که رئیس جمهور بعدی از میان روحانیون انتخاب بشه، ولی اینکه تحرکاتی رو که چه قالیباف پیدا کرده، چه برادران لاریجانی پیدا کردن، چه شمخانی پیدا کرده، اینها به حال یه سری از کاندیدایی که گفته میشه و تعداد بسیار بیشتری هست. یک نکته ای که به نظر من هست، آقای خامنه ای محال یک رئیس جمهوری رو میدان بده به بالا بیاد که رئیس جمهور مقتدری باشه. برعکس، به گمان من هرچه فرد سرسپرده تر و مطیع تر باشه از نظر نظام مطلوب تره، چون که به نظرم نظام در شرایطی است که تا به تحمل علنی شدن و گسترش شکاف‌های درونی خودش رو نداره. اصلا تمام این هزینه‌ها پرداخته شد که یک دستی کامل صورت بگیره نیست. بنابراین بعید می‌دانم که میدان داده بشه مثلا آقای نظیر روحانی مثلا به میدان بیاد، یا برخی حتی بحث ظریف رو کردن. به استنباط من طبیعتاً این یک ارزیابی است. حکومت اگر ناگزیر ببینه وضعیت رو بسیار خط قرمز ببینه، یعنی یک وضعیت بحرانی ببینه، میتونه از بسیار از اصلاح طلبان یا پراگماتیست‌ها هم به میدان بیاره که سعی کنه تنور انتخاباتی رو گرم کنه. اما رفتاری که حکومت در جریان برکشیدن روحانی، برکشیدن رئیسی نشون داد و انتخابات گذشته مجلس، یعنی خالص سازی و یک دست سازی، به نظر من هیچ نشانه ای از تجدید نظر در این سیاست وجود نداره. بنابراین این که فکر بکنیم که ما میتونیم با یه انتخابات رقابتی گسترده تر
روبرو بشیم من در شرایط حاضر دور از ذهن میبینم و فکر میکنم روند خالصسازی ادامه پیدا خواهد کرد و ای بسا ممکنه یا اعتراضات مردمی یا قدرت جناح‌های مختلف آقای خامنه‌ای رو به عقب برانه و تحمیل کنه که دایره ای از به اصطلاح رقابت فراهم بشه و مثلا جریان‌های نظیر قالیباف و غیره بتونن خودی نشان بدن و حضور فعالتر پیدا بکنن. اما ارزیابی من اینه که ما در چنین موقعیتی به سر نمیبریم، بلکه در وضعیتی به سر میبریم که خالص سازی سیاستش ادامه پیدا خواهد کرد، ولو اینکه انتخابات کم شورتری باشه. به نظرم حتی اگر هم میدان رقابت گسترده تر بشه، مردم بعیده در انتخابات شرکت گسترده ای بکنن، با توجه به اینکه امروز شکاف جامعه ایران با حاکمیت به مراتب گسترده تر شده، اینو در رفتار انتخاباتیشون نشون دادن، جنبش زن زندگی آزادی نشون دادن و فکر میکنم حتی در میزان خوشحالیشون از مرگ رئیسی نشون دادن که صندوق رأی الان آن به اصطلاح نقطه اتکای مردم برای تغییر در اجتماع نیست. به عنوان سوال آخر آقای درویش‌پور، یه جا اشاره کردید که احتمالاً رئیس جمهور بعدی روحانی نخواهد بود. آیا این یک معنای حالا تاریخی سیاسی گسترده تر برای روحانیت شیعه به عنوان یک طبقه و پایگاه اجتماعی مثلا در برابر نیروهای نظامی و اینها داره، یا یک تحول موقت خواهد بود به نظر شما؟ ببینید، چیزی که برای من روشنه این هستش که حکومت خالص سازیش رو ادامه خواهد داد. یعنی در این مسئله به نظرم ما هیچ نشانه از عقب نشینی به اصطلاح خامنه ای و دستگاه رهبری در اینکه میدان بدن به رقابت گسترده تر نمی بینیم، بلکه بیشتر همون ادامه سیاست خالص سازی هست. اما از اونجایی که به هر حال رئیسی چند ویژگی داشت، هم روحانی بود، هم از ابتدا جزو مخوف‌ترین چهره های سرکوبگر نظام بود، هم یار وفادار خامنه ای بود، شرایط ایدئال رو برای آقای خامنه ای داشت به عنوان کسی که بخوان رئیس جمهورش بکنن. الان ما در چنین جایگزینی قرار ندادیم. اغلب نامزدهایی که نام برده میشه، گرچه یکی دوتاشون هم گفته میشه که روحانی هم در میانشون هستن، عمدتا چهره های امنیتی، نظامی یا سرداران پیشین کنونی سپاه یا مدیرانی هستند که گرچه تعصبات ایدئولوژیک و وفاداریشون رو با خامنه ای هم بخش از اونها دارن، ولی الزاما روحانی نیستن، مثل آقای جلیلی مثلا، مثل خود آقای محسن مخبر مثلا، و یا آقای قالیباف مثلا اگر کاندیدی باشه از میان اصولگرایان به اصطلاح معتدل، چهره این چیز نیستن، چهره سپاهی هستن، نظامی هستن. ما خیلی از این اسامی که میشناسیم، شمخانی، برادر لاریجانی ها و غیره، یعنی ما با یک نکته روبرو هستیم که احتمالاً با توجه به میزان شدت نفرت مردم از روحانیت، ممکنه دستگاه سپاه علاقمند باشه که یک چهره‌ای به جلو رانده بشه که در وفاداریش به خط مشی سیاسی خامنه‌ای و دستگاه سپاه همان گونه باشه، اما برای اینکه چگونه بگم شدیدتر در تقابل با مردم قرار نگیره، با توجه به تمسخری که از جامعه روحانی مردم میکنن یا نفرتی که دارن، چهره شاید غیر روحانی باشه. یک سمت دیکتاتوری نظامی این امکان رو فراهم میکنه که حتی بعد از مرگ ولی فقیه ما به سمت یک دیکتاتوری متعارف سوق پیدا بکنیم از نظر سرکردگان دستگاه حکومتی، چون من میتونم به صراحت بگم یقینا محال میدونم که با مرگ آقای خامنه‌ای ما بختی برای به صلاح یک رهبری کاریزماتیک دیگر داشته باشیم. بنابراین اینکه رئیس جمهور امروز یک چهره ای باشه که غیر
نظامی غیر روحانی باشه، میتونه هم از مساله استراتژیک سپاه، هم از لحاظ اینکه در افکار عمومی عکس العمل منفی کمتر برانگیزه، فکر میکنم اون احتمالا مثبت‌تره و ممکنه حکومت بیشتر به این سمت سوق پیدا کنه که با توجه به نقش محدودی هم که رئیس جمهور داره، نقش تعیین کننده ای هم نداره، فکر میکنم به سمت این خواهند رفت که اون رو از چهره غیر روحانی انتخاب بکنن. خیلی ممنون دکتر مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی از سوئد، از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. من راجع به انفجار اجتماعی